خداوند در وصف عباد الرحمن می فرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقتی که با افرادی جاهل، افرادی که نمیخوان حق رو بپذیرند اما مزاحم حقند، با اینها برخورد میکنند، وقتشون رو صرف اینها نمیکنند، ذهنشون رو مشغول اینها نمیکنند، قالوا سلام. شما که نمیخوای بپذیرید، سلام بر شما، برید دنبال کارتون. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. ما کار خودمون میکنیم، شما هم کار خودتون انجام بدید. ما وقت این نداریم که با شما سر و کله بزنیم، وقتمون رو در خصوص شما هدر بدیم. سلام بر شما، لا نبتغی الجاهلین. ما در پی جاهلان نیستیم، ما دنبال انسانهای عاقلی میگردیم که پیام خدا را به اونها برسونیم و به خدا ایمان بیارند، در پی رضای خدا باشند. این رشد شخصیت هست. در مسائل اخلاقی به همین صورت، خیلی از مسائلی که انسانهای بزرگ از دیدنش شرم میکنند، از شنیدنش شرم میکنند، خیلی هستن به راحتی انجام میدن. مسائل فحشا، اونقدر حیاشون از بین رفته که حتی از کارهای زشتی که انجام میدن فیلبرداری میکنند و در جهان پخش میکنند. امری که نه تنها مسلمان ها بلکه انسانهای عاقل از انجام آن ابا دارند، ولی میبینیم که عدم رشد، منافات با رشد به کجا میرسونه انسانو. و در مسائل دیگر، و جنبه دیگر یا جهت دیگر هدایت قرآن به حق است، یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم، هدایت به حق. ما وقتی که مقوله حق رو میشنویم، حق در مقابل باطل است. پس راه‌های باطل زیادی هستند که قرآن ما را از اونها برحذر می‌دارد، ما را متوجه می‌کند که این راه‌های دیگر در چه قسمتی اشکال دارند، در چه قسمتی باطلند. و شما صاحب حقید، به حق خوشحال باشید، از حق دفاع کنید، حق را ترویج بدید بین مردم. و الى طریق مستقیم، راه های باطل، راه های کج، راه های انحرافی خیلی زیاد است. پس یک راه و اونم راه خداست. قل الله یهدی للحق افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون و ما یتبع اکثرهم الا ظن. بگو این خداست که به حق راهنمایی میکند. بعد سوالی مطرح میکند، افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. آیا اون کسی که به حق دعوت میکنه، هدایت میکنه، شایسته تر است که از او تبعیت و پیروی شود، یا کسی که خودش به دنبال است، دنبال راه است و باید او را هدایت بکنند؟ کدوم یکی؟ انسان که ناقص است، بت‌ها که عاقل نیستند، پس چه کسی میتونه انسان را هدایت بکنه؟ آیا موجودی مثل خودش یا موجودی پستر از خودش؟ افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. از اونها میپرسد، سوال میکند، چرا شما اینطوری حکم میکنید؟ چرا حاضر میشید که هدایت را از کسی بگیرید که خودش دنبال راه است؟ چرا از کسی نگیرید که خودش خالق انسان است و در همه مسائل پیش قدم است؟
از همه پیشرفته تر است، از همه کامل تر است.